واتساب گای خوش اومدی به نهمین درس از مجموعه A2 تو درس امروزمون میخوایم سومین مدال وربمون رو با هم بررسی بکنیم ما تو درس 18 مجموعه قبلی یا همون ایوان اولین مدال وربمون که کن بود رو با هم بررسی کردیم که به معنی توانستن بود توی درس یک همین مجموعه مجموعه A2 فعل شل یا همون شد رو با هم بررسی کردیم که اونم به معنی باید یا یه باید نصیحت آمیز بود بررسیش کردیم کامل ولی تو درس امروز ما میخوایم فعل ماست رو سومین مدال وربمون رو که اینم به معنی بایده ولی قوی تر از شوت هست رو و کاربردش هم فرق میکنه رو بررسی بکنیم پس اول کار یه نگاه کوچیکی میندازیم به کاربردش خب uses of must کاربرد های must تلفظش هم از ماست دقیقا همینطور خب ما اگه بخوایم کسی رو اجبار بکنیم یا هم obligation از این فعل استفاده میکنیم واسه deduction نتیجه گیری استفاده میکنیم emphasize necessity تاکید کردن بر ضرورت کاری باز هم از این فعل استفاده میشه A strong recommendation توصیه جدی و محکمی رو اگر به کسی بخوایم بدیم باز هم از این فعل استفاده میکنیم و برای من کردن کسی از شکل منفیش که must not که مخففش میشه ماسنت که پراهیبیشن رو نشون میده که همون به معنی من کردن هستش استفاده میشه تک تک این کاربرداش رو روی تخته های مجزا الان با هم کار میکنیم تخته شماره یکمون obligation اجبار خب ما سه تا مثال داریم تک تک این مثال ها رو با هم میخونیم خب قبل از اینکه مثال ها رو بخونم من به چیزی رو بگم ماست هم مثل کن و شود همون شکلی جایگاهش تو جمله و فرمولش همون شکله به خاطر همین من ننوشتم و توضیح ندادم چون همه مدالور شبیه هم هستن یعنی نقششون تو جمله و جایگاهشون خب ما اولین مثالمون اینجا هستش You must wear a seat belt when you drive تو باید کمربند ایمنی ببندی وقتی که میخوای رانندگی بکنی این مثال یکمون بود مثال دوممون هستش My mother must wear glasses when she wants to read مادر من باید عینک بزنه وقتی که میخواد بخونه یا مطالعه بکنه مثال سوممون هست Every driver must have a valid driving license هر راننده یا همه راننده ها باید یک گواهی رانندگی معتبر داشته باشن valid یه صفت به معنای معتبر driving license با همه میشه گواهی نامه رانندگی هم توجه بکنی بعد از must باز هم بدون هیچ حرف اضافی فعل اصلی من یا همون main verb بهمون میاد میشینه you must wear she must wear every driver must have و غیره به سراغ دومین کاربرد فعل must نتیجه گیری یا همون deduction اولین مثال اون ازش look at all that snow it must be freezing outside خب معنیش میشه نگاه کن به اون همه برف باید یخبندون باشه بیرون باید بیرون خیلی سرد باشه مثال دوممون Max can't walk properly He must be drunk Max نمیتونه راه بره درست حسابی He must be drunk اون باید مست باشه فعل to be رو داریم بعد از ماست اومده که میشه هی must be درانک. اون باید مست باشه یه قید هم داریم properly معنی درست صحیح و سالم و یه مودال ورب دیگه هم من اینجا استفاده کردم که از کن هستش توانستم Max can't walk properly Max نمیتونه درست را بره تلو تلو میخوره هی must be drunk او باید مست باشه نتیجه گیری کردیم دو تا مثال اولمون مثال اولی از برفایی که بیرون بود گفتیم بیرون باید یخمندون یا همون خیلی سرد باشه صفت فریزینگ رو داشتیم و مثال دوممون هم که از درست راه نرفتن مکس نتیجه گرفتیم که میتونه مست باشه یا باید مست باشه مثال سوم مری must be home I heard a noise coming from her room دوباره میخونم مثال رو مری must be home I heard a noise coming from her room مری باید خونه باشه من شنیدم یک صدایی که اومد از اتاقش فعل هیر رو داریم به معنی شنیدن که گذشته شده heard گذشته سادش هستش و بیقاعده هست این سومین مثالمون دوست دارم در مورد فعل اصلی جمله دومش یکم صحبت بکنیم خب ببین ما دو تا فعل داریم یه دونه hear هستش به معنی شنیدن یه دونه listen به معنی گوش دادن این دوتا رو با هم اشتباه نگیم ما میخوایم فرقش رو با یکی دو تا جمله متوجه بشین خب به معنی شنیدن ناخداگاه ما یه صدایی رو میشنویم مثلا I heard a noise outside من یه صدایی رو شنیدم از بیرون یا دومی مثال ما. Can you hear me من رو میتونی بشنوی صدای من رو داریم که خیلی بیشتر موقع ما پشت تلفن این رو میگیم Can you hear me? صدای من رو داری؟ یا من را میشنوی؟ حالا لسن میشه گوش دادن که خداگاهه ما اراده میکنیم به اون کار خب مثلا اول هستش Listening music is always enjoyable گوش موزیک گوش دادن هست همیشه لذت بخش صفت انجویبل رو داریم به معنی لذت بخش پس موزیک گوش دادن همیشه لذت بخشه مثال دوممون که شکل سوالی داره Are you listening to me? آیا به من گوش میدی؟ که داخل پرانتز زیرش به شکل دیگه نوشته در اصل داریم میگیم Are you paying attention to me? آیا داری به من توجه میکنی؟ این دو تا فعل بود هیر و we'll listen خواستیم تفاوتاش رو بدونیم به سراغ تخته بعدیمون میریم که مربوط میشه به emphasize necessity تاکید بر ضرورت کاری که اینجا هم من سه تا مثال نوشتم مثلا اولش plants must have light and water to grow گیاهان باید داشته باشند must have باید داشته باشن لایت نور and water آب to grow برای اینکه رشد بکنن فعل grow رو داریم به معنای رشد کردن پس گیاهان باید نور و آب داشته باشن برای اینکه رشد بکنن مثال دوممون you must give up smoking it's very unhealthy and bad for you تو باید سیگار کشیدن رو ترک بکنی give up smoking it's very unhealthy خیلی ناسالم و بیمار کننده است صفت healthy رو داشتیم قبلا معنی سالم و سلامت اینجا ما یه یو و یه n اضافه کردیم بهش unhealthy شده که متضاد healthy هستش It's very unhealthy and bad for you. این خیلی ناسالمه و بده برات. مثال سوممون You must drive carefully on Charles Road تو باید با احتیاط رانندگی بکنی تو جاده چالوس غید کرفولی رو داریم که صفتش هستش کرفول جلوش نوشتم برنای با احتیاط و بی احتیاط متضادش جای فول لس میذاریم میشه کرلس پس کرفول با احتیاط متضادش careless که اگر ال وای یه دونه ال و یه دونه وای به آخر هر جفتشون اضافه بکنیم میشن قید به طور بی احتیاط گونه به طور با احتیاط یا همون با احتیاط به اون شکل میشه پس you must drive carefully تو باید با احتیاط رانندگی بکنی کجا on Chalus Road تو جاده چالوس میریم سراغ تخته بعدیمون تخته بعدیمون strong recommendation توصیه جدی وقتی میخوایم به کسی بکنیم مثلا we must get together for lunch ما باید برای شام دور هم جمع بشیم get together رو داریم به معنی دور هم جمع شدن خب مثال بعدیمون you must visit your parents more often تو باید به والدین بیشتر سر بزنی مور آفتن رو داریم که وقتی ما میخوایم بگیم بیشتر ولی منظورمون بازه زمانیه یعنی تعداد دفعات بیشتریه از more آفتن اضافه میکنیم که ما قبلا توی ایوان بررسی کنیم آفتن به تنهایی به معنای اغلب هست more آفتن میشه بیشتر اغلبتر یعنی حالا اغلبتر که نمیشه ولی میخوام اینجوری بگم که متوجه بشیم you must visit your parents more often داریم یه توصیه ای میکنیم به طرف مقابلمون مخاطبمون میگیم تو باید به پدر مادرت بیشتر سر بزنی باید ماست به سراغ must not یا همون من کردن که prohibition به من کردن هستش میرسیم اینجا هم بازم ما یه چند تا مثال داریم که از مثال یک شروع میکنیم Drivers mustn't use their phones while driving راننده ها نباید استفاده بکنن از تلفنشون در زمان رانندگی while driving یه کلمه جدید داریم اینجا معنی در زمانه یا موقع رانندگی while driving سیستم یا این بافت رو یاد بگیر while eating هنگام خوردن while drinking هنگام نوشیدن میتونی از این بافت استفاده بکنی پس راننده ها نباید هنگام رانندگی از تلفنشون استفاده بکنن داریم من میکنیم مثال دوم students mustn't talk to each other while doing the test دوباره از while استفاده کردم دانش آموزان نباید صحبت بکنن با هم talk to each other صحبت کردن با یک دیگر while doing the test در زمان امتحان دادن doing the test انجام تست students mustn't talk to each other while doing the test دانش آموزان نباید با یکدیگر صحبت بکنند موقع امتحان دادن مثال بعدیمون You mustn't open your gift until it is your birthday تو نباید کادو تو باز بکنی تا اینکه روز تولدت باشه یا تا روز تولدت نباید هدیت رو باز بکنی You mustn't open مثال آخرمون هستش We mustn't tell anyone ما به هیچ کس نباید بگیم ما نباید به کسی بگیم اینجوری هم میتونیم معنیش بکنیم خب ما تمام کاربردهای ماست رو با هم تو تخته های مختلف بررسی کردیم و مثالاش رو دیدیم فقط درس بعدی رو فراموش نکن ببینی چون درس بعدی مربوط میشه به گذشته همین مودال ورب فعل ماست که اگه توجه کردی من جای شکل گذشتش یه علامت سوال گذاشته بودن به خاطر اینکه یه کوچولو یه سری مسائل بحث برانگیز و استثناعاتی وجود داره پس درس بعدی رو فراموش نکن ببینی خیلی مهمه و مرتبط به درس امروزمون هست تا درس بعدی بدرود امیدوارم تماشای این ویدیو دانش انگلیسی تو یه تکونی داده باشه و به اندازه کافی واسط مفید واقع شده باشه اما اگه دنبال مطالب متنوعتر میگردی یا نیاز به کلمات در مورد موضوعات مختلف داری یه سری به پیج اینستاگرام معلم خوستی یا فیسبوکش بزن